یا رب زیره راست نشانه خواهم، از باده آب و خاک جان خواهم، از نعمت خود چو بهره مندم کردی، در شکر گزاریت زبان خواهم. بیننده های ارجمند السلام علیکم، برنامه نوبتی چراغ هدایت مهمان خانه های شماست و در صحبت ما معاون رئیس شورای علمای دینی ولایت سغد استاد خواجه میر خواجه میر. استاد خوش آمدید میگم شما. و ما امروز همراه استاد تصمیم گرفتیم در مورد مهربانی و پرستاری به یتیمان یک صحبتی داشته باشیم و راستی این موضوعی است که همیشگی به اون توجه داریم و من از استاد پیش از همه در آغاز سخن با سوالی نخستین مراجعه کردنی هستم در مورد خودی شناخت کلمه یتیم، کی را یتیم میگویند و اون را چگونه شناسیم و حق او چگونه است؟ اسلام چی میگوید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. یتیم از کلمه عربی گرفته شده است. اکنون در اصطلاح یتیم در نزد فقها ها اختلاف دارد. در نزد مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، مقدامی که ما پیشوای مذهبی خود داریم، همه وقت حرکت میکنیم که از مذهبی خود یعنی پیروی کنیم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن اصلا یتیم میگن به آن شخصی گفته میشود که وای پدرش از دنیا رفتگی باشد. در نزد مذهب ما شخصی که مادرش از دنیا رفتگی است وای را یتیم نمیگویند، یعنی پدرش رو. و این چنین یتیم بدن هم سنش هم محدود میکنند، میگن که کدام کسانی که پدرش از دنیا رفتگی باشد یا که پدر و مادرش هر دوش از دنیا رفته باشند یتیم حساب دیده میشود، لیکن یتیم تا سن بلوغ تا بلاغت رسیده نه. مثلا در طبق مذهب ما امام ابو حنیفه رحمت الله، از سببی که در جای های ما بلاغت به دیر میرسند که هوا خنک است نسبت به ممالک عرب و طرف های افریقا و هندوستان، در اینجا سن بلا سن یتیمه در نزد مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یعنی بچه ها تا 18 ساله، از 16 ساله تا 18 ساله دخترها را میگن، حتی که بلاغت رسید اکثریت بلاغت رسیدن دخترها در نزد مذهب امام ابو حنیفه که این 15 هسته تا 15 را، یعنی بعضی امام و شاگردشون امام ابو یوسف میگن که شاید که 13، لیکن 15 نزد خود سخن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. و دخترها از 15 سالگی و پسرها از 18 سالگی پایین، اگر پدر و مادرشون از دنیا رفتگی باشن یا که یک تا پدرشون از دنیا رفتگی باشن و اینها رو یتیم حساب میکنن. خب استاد، ما گفتیم در مورد مهربانی و پرستاری به یتیم، معلوم است که مثلا در یک چند سوره قرآن کریم در این مورد خداوند تاکید کرده است در مورد مهربانی کردن و همچنین مناسبت به مال یتیم. خب البته ما اینجا در مورد مال یتیم بسیار نمیستیم، اما در مورد مهربانی کردن و پرستاری کردن، ثوابیت پرستاری کردن یتیم، چون همیشه که ما امروز وقتی سخنرانی های پیشوای معظم ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را میبینیم، ضمن هر یک سفری خودشان به ولایت و دیگر ولایت های کشور، همیشه که ما میبینیم که یک اقدام نجیبی را راه اندازی کردند که همیشگی آنجا برای یتیمان یک دسترخوان خیریوی تشکیل کرده، برای آنها گوییم تحفه های گوییم خاطروی می سپارند، هم تحفه های پولی هم گوییم با لباس فوری ها آنها را تعمیم میکنند. خب البته و همیشگی در سخنرانیشون تاکید میکنند که گوییم هرگز تا اون زمانی که گوییم من هستم، هرگز یکون نفری شما در مشکلی و خوری نمیمونید و از دیگر مثلا همراهان خودشون، از دیگر زیر دستان خودشون همیشه که تقاضا میکنن که به این مسئله دائمی توجه داشته باشن. من میخواستم در این مورد نظر دینی مبین اسلام را پرسیده باشم. مرحمت. این موضوع خیلی موضوع البته طولانی است. ما اطراف این اگر موضوع این موضوع خودش رو به بابها تقسیم کنیم، شاید که چند موضوع، مثلا موضوع اول درباره خرسند کردن یتیم، کفالت یتیم از نگاه اسلام، فضل یعنی یتیم بانی کردن، یاردن به یتیمان، یا که یتیم بودن چه فضیلت دارد، یا که برکات یتیم بینه، البته این چندی موضوع ها هست. ما البته با قدر توانایی مختصرا تا رسیدن وقت گفته میگذاریم. بسیار خوب بیان کرده، خصوصا برآمده که تبریکاتی که
اساسگذاری صلح حالت ملی رهبری دولت به پیش از رمضان کردن، در همین برآمد خودشون هم در همین تبریکات پیش از رمضانی خودم به همگان، با خصوصا به شخصانی که صاحب کار هستند، به همونها دستور دادن که شما از حال بیچارگان و یتیمان یعنی باخ. البته این یک اقدام خوب است، مادامی که رهبر دولت به این کار خیر که یعنی دستور دادن، بعد که البته ساکنان کشور از همون کار پیروی کنند، چون این کار کار ثواب است، این کار کار خیر است، این کار از نگاه اسلام یعنی یکی از کارهای بهترین، عبادت های بهترین حسابیده می شود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اون آیات هایی که چطوری که گفته که در قرآن ذکر شده است در باره یتیم، همون آیات ها را البته توصیف میکردند، آیات ها را تاکید میکردند به صحابگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی میفهمونیدند در باره همون فضیلتی که خداوند در باره یتیم یعنی بانی کردن و احتیاط کردن از مال یتیم و مال یتیم ها برادرهای شما هستند و ای ها را یاردم کنید، گفت همه آیت نازل شد، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم صحابگان جمع کردند. بعضی مسئله ها که خیلی مسئله های مهم می شد، جناب رسول الله تا جمعی صحابه ها جمع نشدن همون مسئله را بیان نمی کردن. از آن جمله در باره انمی مسئله یتیم بانه، آن آیتی که در حق یتیم و در حق فضیلت یتیم بینی که نازل شد، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم همه صحابگان جمع کردند. از این معلوم شد که این موضوع خیلی موضوع مهم است. جمع کرده گفتند که یک بشارت خیلی بزرگ دادند. بعضی چیزها را پیغمبر خدا برای در ذهن همون بینندگان یعنی جایگیر شدنش با اشاره ها اشاره میکردند. از آن جمله آن همین شخصانی که یتیم بینی میکردند، پیغمبر خدا گفتند که انا و کافل الیتیم فی الجنت کهاتین، یعنی دو انگشت مبارکه اشاره کردند که شخصان یتیم بین کتی من همراه در جنت. انا میخیل چه دوره که دو لیلکی که از همدیگر دو انگشتی که از همدیگر نزدیک هستند، همراه شخصان یتیم بین من در جنت همین طور میستم، گفته پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چه کردند، یعنی بیان کردند. از این معلوم میشه است که در سرسوی اسلام وقتی که صحابگان که می گذشتن بعد از همین بشارتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگو حضرت ابو هریره، ما به قدر یتیم مرسیدگی شدیم، حتی برای خاطر یتیم ها را گرفته بانی کردن میگوزن در بین ما قرعه پرتایی می شد. بعد از همین بشارتی پیغمبر صلی الله که نمی خواهد که همراه پیغمبر در جنت باشد، سبقتی بود همه باشد، این برای این کار سبقت کردن، چونکه بیشتر صحابگان در زنده بودن پیغمبر رفته پیغمبر میگفتند که انا اريد مرافقتك في الجنه، من میخواهم که همراه شما در جنت باشم، لیکن صحابگان نپرسیده پیغمبر خدا بشارت این چیز دادن که کسانی که یتیم بانی میکنند همراه من در جنتند. این یک بشارت بسیار هم بزرگ است. در شرح همین حدیث حضرت صاحب چهار کتاب میگن که هر کی خنداند یتیمی خسته را باز یابد جنتی در بسته را. البته به همگان معلوم که جنت، بهترین جنت این جای پیغمبر است. پیغمبر خدا را بینید که همون شخصان یتیم بین همراه خودشان در جنت چیکار کردن، یعنی وعده کردن. از همین لحاظ هم صاحبی چارکتا میگن که هر کی خنداند یتیمی خسته را باز یابد جنتی در بسته را. چرا جنتی در بسته؟ چون که همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون مقام اون جنت همه صاحب نمیشود. تنها برای پیغمبر دری و جنت کشاده است، لیکن اعداد با شماره که پیغمبر خدا وایها را نمبر کردن، وظیفه دار کردن، از جمله همون شخصانی که داخل جنتی که در همون جنت پیغمبر هستند، شخصان یتیم بین هستند. در دوامی همون ویشان حضرت صاحب شارکتا میگن که هر کی گریاند یتیم ناگهان، عرش حق در جنبش آید آن زمان. عرش در اینجا میگن که به معنی یعنی غضب خداوند است. یعنی کسانی که یتیم ناحق میگریانند، عذاب میدین و ایها در همین حالت غضب خدا میامده است. از این معلوم میشه است که مکافات شخصانی که یتیم بین هستند چقدر و عقوبات شخصانی که در حق یتیم ظلم میکنند چطور است. در همین باره هم یک حدیث هم در پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه صاحب المعروف لا یقع و اذا وقع وجد متکئا. بسیار سخن کوتاه است، میگن صاحب اون شخصانی که میگن
یتیم بانی میکنن هیچ گوبای ها در یک قینه دوچار نمیشون. این بشارت بینید. اگر میگن دوچارم شده مونن وای ها یک شخص میابن که وای ها را از همون افتیدگی میبردارن. این از برکات یعنی یتیم بینی هست. و این چنین در این باره شخصانی که البته یتیم با یتیم تعام میدین صراحتا در حدیث های پیغمبر آمده است که پیغمبر برای وای ها بهترین جنت وعده کرده است. در یک حدیث جناب رسول الله وقتی که بهترین غرفه های جنت صفت میکردن، قصر های جنت صفت میکردن، طوری که در حدیث ها آمده است که دوزخ قبته های دوزخ کدامش وزنین هست، کدامش عذابش سخت است، جنت هم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یعنی صفت میکردن. یک روز یک بهترین قصر جنت صفت کردن، ان فی الجنت غرفا یرا بطونها من ظاهرها و ظاهرها من بطونها. یعنی پیغمبر خدا در همین حدیث گفتن که در جنت یک جایی هست که وای همین قدر بزرگی و عظمتش قطعه، لیکن داخلش از بیرونش، بیرونش از داخلش نمودار می شود. که همین قدر همین سخن تمام نکرده صحابگان جلیل گفتن که لمن هی یا رسول الله، این از برای کیا هست؟ پیغمبر خدا یک گروه آدم گفتن، از جمله همون گروه آدم ها یکمش گفتن که لمن اطعم الطعام، کسانی که طعام می دهند. در شرح همین حدیث امام ابن حجر عسقلانی، چون که حدیث حدیثی بخاری است، میگن که برای شخصانی که یتیم ها به دعام تعام میتین، یتیم به تعام کرده دادن، این قدر بانی کردن، البته این سزاوار بهترین قصر جنت بود است. باز دو طایفه دیگرشون؟ البته این در اینجا دو طایفه در ستاوری که در همین حدیث گفتن، پیغمبر خدا گفتن که لمن لین الکلام، بسیار چیز خوب خاطر رسان کرده، چون که وقتی که این امانت علمی است، وقتی که حدیث میگوییم ما حدیث میگوییم، یا حقیقتا امانت علمی است. البته باید ما همدیگر به اون چیزهای و آگاه کنیم. پیغمبر خدا گفتن که لمن لین الکلام، شخصانی که یعنی سخن ملایم میگویند. از سخن وای ها یک طیب گفته، یک چیز خوشبویی میگویند، یعنی سخن میبرد که دل انسان ها از وای آزرده نمیشود، بلکه دل انسان ها خرسند میشود. خودش چطوری که در کوی استاد نصرالدین گفته، استاد گفته که شخص مرحوم که همین خیلی چیز گفتن که تو حال را در دلم فراموش نمیشود، از چنین شخصیت ها البته چنین سخن ها میبرد. یعنی پیغمبر خدا مکافات برای چنین شخصیت هایی که لمن لین الکلام، حقیقتا در سخن ملایم سخن بودن. یعنی پیغمبر خدا بیرد که کسانی که صاحب این جنت میشون البته یعنی صاحب چی هستن، صاحب سخن هستن. و این چنین پیغمبر خدا در دوام سخن گفتن که ودام الصيام بالليل ودام الصيام، یعنی بعد از برآمدن ماه شریف رمضان و روزه های نفل را دوام میتن. و دیگر گروه چهار گروه گفتن و پیغمبر خدا گفتن چهارمین گروهی که صاحب این مکان میشن و صلا بالليل و الناس نیاما، یعنی شبها آدم ها خواب هستند و ها خسته نماز تهجد نماز شب میخوانند، گفته پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بیان کردند. تشکر استاد برای شرح این مسئله. و ما یک در موردی من امروز ماه شریف رمضان رفته صدا است و ما میگویم که مثلا این ماه برکات زیاد دارد و عمل های انسان اگر واقعا خوش به حال اون انسانی که اون مسلمانی که تواند در این روزهای مبارک گوییم فایده های زیادی برای خودش گرفته باشد. چگونه فایده؟ یعنی ثواب در گوییم اجرا کردن عمل های ثواب سبقته کرده باشد بین دیگران. و امروز مثلا طبق قراری ان همون مرکزی اسلامی جمهوری نزدیک جمهوری تاجیکستان، مرکزی اسلامی من قراری از سنه 17 اپریل در مورد رمضان امسال به تصویب رسید. اونجا گفته شده است که یعنی در مورد من کردن به خاطر پیشگیری از سرایت نشدن به اون بیماری هایی که امروز واقعا یک اندازه جامعه رو نگران کرده است، گفتن که مثلا در برابر تراویح دیگر همچنین افطار ها معلوم است که مثلا عادتا در رمضان انسان ها همیشه که کوشش میکنن که یک دستورخوان خیری افطاری خودشان برای روزداران تهیه کرده باشن. معلوم است که تهیه چنین دستورخوان برای نفری روزدار بسیار ثواب بلند دارد و ما مثلا یک فرصتی خوبم هست، در حالی که اگر گوییم این کار رو اگر گفتن که موقتا این کار رو نکرده استید، پس خراجات ان همون دستورخوان ما میتونیم که مثلا تمام اون رو به ان همون گوییم یتیم خانه ها، اون جای هایی که مثلا واقعا کودکانی که یتیم پرورش میوه و اون اوله هایی که مثلا
چونکه این به همین گونه و نیازمند هستند، به آنها داده باشند که واقعا من همین ثواب را بازم به درجاتی بیشترش پیدا کرده باشم. یک چیز بسیار بزرگ خاطرسان کردید. حقیقتا آن کارهایی که خداوند میخواهد برای بندگانش و از حکمت خالی نیست. بله. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیمشان میگوید و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله اعلم وانتم لا تعلمون. پروردگار در آیه کریمه میگوید که بعضی چیزها میگوید برای شما میگوید مشقت است، قینی است، نامعلوم، لیکن در عوض وی میگوید خداوند برای شما بود دیگر کار چیزهای از این هم بزرگتر هستند. در دوام آیه پروردگار میگوید که بعضی چیزها رو شما دوست میدارید، لیکن اون چیزها برای شما خوب نیستن، شاید که بعد از همون چیزها برای شما خوبات باشد، این به جز الله میداند. لیکن امروز اینه همین بسری که حاضر بیان کردید، وقتی که ما به اون دسترخوان هایی که مثلا افطاری میکردیم، شاید که در همون دسترخوان ها بعضی چیزهای خود نمایشتی خودکاره، یعنی پیدا میشد تکلف پیدا میشد، لیکن بینید که الله سبحانه و تعالی مهربانش، بینید که اگر ما همون افطاری که برای صائم ها میکردیم، همه ما سیلت الغذایی میگن حاضر در بعضی فتواها، همه ما چیزهایی که در همون رمضان بسیار استعمال میشوند، مثلا به خرما روزه کشودن چیز سنت است. بله. خرما و چیزی که ما بسیار استفاده میبریم آرد و چیزی که بسیار استفاده میبریم گرنج، روغن، ان همین چیزها رو اگر جمع کرده، همش یک جمع کرده، یک سله میگن، نه کامپلکت میگن، یک چیز جمع کرده از همین نمودها برده به هم خونه یتیم ها ماتیم، اگر البته از اون ثوابی که دعوت کردیم از بسیار تر است، چونکه ما دعوت میکنیم آدمانی که میتوانن آمدن به افطار میآمدن، لیکن باید شاید در اون خونه شخصهای بیمار هستند، شاید ضعیفایی هستند که و ها در اون خانه به افطار اومده نمیتوانند، از همین چیز استفاده میبرن، البته این ثوابش از اون دسترخوان هایی که آورده ما میکردیم در ولای وششته با بعد از رفتن خدا ما رو مدح میکردیم، انسان دیگه مدح میکردیم که چخیل شدین، یا اون کس میپرسیم که این دسترخوان آرستی ما چی شد، اگر در کم بوده در همون ثواب میشد، لیکن اگر ما برده همین چیزا به منت به یکون چیز برده به خانه یتیم ها تیم، اگر البته ثواب این از و... نه تنها و جامعه بیاد، ثوابش چندین کرده، یعنی بلند می شود، هم یک از بسیار چیزها ما خود داره می کنیم، اون چیزهایی که ثواب خیر کم می کنند از همون چیزها ما در امام می مونیم، یکمش هم اینکه ریا کردن، دویمش هم اینکه خود نمایشتی منت کردن، شاید که بعضی کسا بعضی جا شاید که گواه می شویم که بعضی شخص های ثروتمند افطار دعوت می کردن، لیکن در دوام همون نشست بعضی سخنها از دوانش هم میبر اومد، این انسان میبر اومد، همون آدمی که افطار آمدگی بود هوایت خودش نراحت اسمه میکرد، اکنون ما همینو بریم به خانه خودش شیم و کیفیت خودش و طریق خودش برای همون فرزندهاش همون تعام میپذد، هم یتیم هم محتاج، من نسبتی و دیده چندین مراتب ثوابش بلند میشه. بله استاد، من به سبب این سوال رو چون این مطرح نکردم که استاد بسیار جواب واضح هم دادید، من از صحبت های شما که همیشه که بهره‌ور هستم، شکرانی بودن تو استاد که واقعا من برنامه ای که امروز ما مطرح کردیم، من مردم از سخن های شما بهره ور هستند، همون در مورد اون پیشگیری های از این گرفتاری به همین بیماری که مثلا امروز و بوی که امروز به مردم تهدید دارد، یکی از عمل هایی که مثلا حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم برای امتان خودشان گفتن این اجرا کردن عمل های ثواب و خیر، یعنی خیر و صدقه رو بیشتر کردن، که هم در این ماه واقعا هم از برکات این ماه بهره ور میشن، گذشته از این مثلا زیاده روی نمی کنن، گذشته از این همون مواد غذایی یا هم کمک گویم سراغی خودش صاحب خودش پیدا می کنن، همون سراغی خودش یافته جاش به دادن پیغمبر خدا فضیلتش بسیار هم بلند بیان کرده گه، می گوین که پیغمبر خدا که کسانه که جستجو میکنن صاحبان خیرات یافته، همون صاحبانش میتین ثوابش برابر صائم الدهر و قائم اللیل، فهمیدید؟ یعنی ثوابش برابر شخص هایی که روزهای دراز روزه میگیرند و شبهای دراز به عبادت مشغول هستند، ثواب هوی میابند، بینید که چقدر ثواب بزرگ هست، حتی خوش به حالشان که میابند، حقیقتا هم همون اموال انسان روز قیامت از همون انسان پرسیده میشود که در کجا صرفش کرده، وقتی که یک انسان
خواهد که به همون سوالی که پروردگار میپرسید به همون سوال آماده شود، در همین شب و روز خوش که گفته، خصوصا من این بعضی مردم در استراب است، شاید که بعضی مردم ها بچه‌هاشون در رسی مونده هستند و یک پول آمادگی نیست، به همین چیز هم محتاج هستند. همه چیز شدنش ممکن است. الحمدلله باز تکرار میکنیم که خداوند دیار ما را از این کسی لو نگاه داره، لیکن احتیاج منده از سبب بسته شدن راه ها در همه خانواده هست. اکنون شخص های ثروتمند به جای آن چیزهایی که برای بریاه و به دیگر منت کردن انسان ها رو میبرد، از همون چیزها خودداری کنند، برده جوش بسپارند، فردا در پیشگاه الله ان همون سوالی که میپرسد که من عین کسبت و من از صرفه، یعنی از مال انسان پرسیده می شود که مالت در کجا یافتی، در کجا صرف کردی، از جک همون بندی همون سوال وای ها آزاد می شوند. یعنی خداوند خودش وای قادر است که در چنین حالت برده همون حاج جای در کار داده. تشکر استاد. و صحبت امروز رو یک اندازه نتیجه گیری می کردیم در مورد اون که چون گفتیم که واقعا در این ماه و همیشه که نه تنها گوین فرصت رو در ماه رمضان جویان دائمی مثلا توجه داشتن به یتیمان و اونهایی که واقعا به پرستاری نیاز دارن، به یک سخنی نیک نیاز دارن. حتی مثلا گفتید بسیار خوب هم اینجا قید کردید که یک سخنی اگر کمک کردن نتواند، یک سخنی نیک گوید که نیست، دلی مثلا همون یتیم نیاز دارد. مثلا میگویم که یتیم دل شکسته است، حتی مثلا کمک کردن نتواند، هم یک سخنی خوش گوید که دلی وی نیاز دارد. و گذشته اگر امکانتش باشد او رو دستگیری کند و پرستاری کند، خوش به حالش که اینجا چنان که شما بیان کردید، واقعا دریای رحمت خداوند بیکنار است. حقیقتا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خودشون یتیم کلان شدند. بله. ما میدونیم که یک کس در بطن مادر بودن از پدر محروم شدند. کس یتیم بودن پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. برای خاطر این خداوند در قرآن عظیم الشان پیغمبر میگوید که در سوره وضحا که ما تو را در حالت یتیم بودن دریافتیم، لیکن دیدی که ما تو را به تو چه نعمت ها دادیم. از این معلوم میشه که آن یتیمانی که یتیم هستند، اولا به آنها ما طبق همین آیه کریمه گفتنی هستیم که وای ها از یتیم بودن خود ناشیم نشوند. بله. از یتیم بودن خود وای ها ناامید نباشند، چون الله سبحانه و تعالی یک یتیم ما به همین قدر درجه منزلت پیغمبری برآورد. از این معلوم میشه که ان شاء الله آن یتیمانی که به سبب تقدیر پدر و مادر از دست داده هستند، از حیات ناامید نشوند. و این چنین الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان در سوره همون وضوح میگوید فاما الیتیم فلا تقهر. ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، تو از اون جمله کارهایی که من تو را من میکنم، تو شاید در بعضی حالات ها بعضی چیزها اگر گرسنده که سخنت را درست هم کنی، لیکن زنهار از یتیمان معاملی درست کردن، یعنی خودداری کن، گفته خداوند به پیغمبرش حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم دستور داده است. در خاطر این چیز گفتنی هستیم که یتیم بینی کردن، فقط پیغمبر خدا نگفتند که انا و کافل الیتیم فی الجنه، کافل الیتیم فی رمضان نگفتند که ما در رمضان فقط کسانی که یتیم بانی میکنن یعنی کفیل و در جنت میشن. پیغمبر خدا چی گفتند؟ در همه وقت از حال یتیمان خبر گرفتن، کسی که خبر می بود خصوصا در حال احتیاج محتاج بودن، کسانی که به همون یتیم ها یتیم بانی میکنن، پیغمبر خدا گفتن که کفیل جنت در آمدنی وی ها و در جنت همراه شدناشون من میدیم، گفتن پیغمبر خدا صراحتا بیان کردن. بله استاد، تشکر برای شرح این موضوع. و اینجا فرصتی برنامه چراغ هدایت به پایان میرسد و در صحبت ما حضور داشتن معاونی رئیس شورای علمای دینی ولایت استاد خواجه میر خواجه میروف و ما اطرافی مهربانی و پرستاری به یتیمان از فضیلتی این موضوع سخن کردیم و هر یک نفری هوشمند البته برای خودشان بهره های تازه گرفتند. خیر، خانواد و سربلند و کامیاب باشید.